اما در ایران 176 نفر بر اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری اوکراین نزدیک تهران کشته شدند. هواپیمای بوئینگ 737 دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه خمینی تهران دچار حادثه شد. منابع ایرانی علت را نقص فنی اعلام کردند. گفته شده که بیش از 140 نفر از سرنشینان این هواپیما ایرانی بودند، 11 اوکراینی، 10 افغان و بقیه کانادایی، عربستانی و انگلیسی. البته جعبه‌های سیاه هواپیما هم پیدا شده. گزارش ببینیم از مریم افشنگ. هواپیمای بوئینگ 737-800 اوکراین در ساعت 6:12 صبح امروز فرودگاه خمینی تهران را ترک کرد و پس از دقایقی جای بین شهریار و پرند سقوط کرد. هواپیما آتیش گرفته. شهریار، فردوسیه. این فیلمی است از لحظه وقوع حادثه که در فضای مجازی میچرخد. جعبه سیاه ساعتی پیش پیدا شد و در جعبه سیاه، بررسی جعبه سیاه به ما میتونه علت رو بده. وقتی تیک آف میکنه هواپیما با سوخت بالایی که داشته، هر چیزی ممکن بوده این انفجار رو به وجود بیاره. 3 دقیقه بعد از پرواز سقوط میکنه. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. برج مراقبت اعلام کرد که قبل از سقوط از سوی خلبان هیچ تماسی برای اعلام موقعیت اضطراری دریافت نکرده. رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده که جعبه سیاه سالم را به کشور سازنده یعنی آمریکا نمی‌دهد. یکی از مقامات شرکت بوئینگ هم گفته در حال جمع‌آوری اطلاعات هستند. از سوی دیگر سفارت اوکراین در تهران بیانیه‌ای را که در آن نوشته بود سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی بوده و نه اصابت موشک یا حمله تروریستی بدون هیچ توضیحی از وبسایتش پاک کرد. نخست وزیر اوکراین از اعزام یک هواپیما با چندین متخصص به ایران برای تحقیقات بیشتر خبر داد. او همچنین در پاسخ به سؤال درباره احتمال شلیک موشک گفت: بسیار زود است که درباره هر دلیلی صحبت کنیم. ما نمیخواهیم که اطلاعات اشتباه را منتشر کنیم. مطمئنم که به زودی اطلاعات دقیق منتشر میشود. این اتفاقات و نزدیک بودن سقوط هواپیما به حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق به شایعات زیادی دامن زد که شاید علت سقوط مشکل فنی نبوده. هواپیمای بوئینگ 737-800 تا 2400 متری زمین بالا رفته بوده که ناگهان از روی رادار حذف شده. کارشناسان میگویند این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که فاجعه‌ای در زمان پرواز رخ داده باشد و سقوط به این شکل می‌تواند غیرعادی باشد. از سوی دیگر یک مرکز مطالعاتی صنایع هوایی به نام اوبس گروپ هم می‌گوید عکس‌های منتشر شده این احتمال را نشان می‌دهد که شاید به این هواپیما شلیک شده باشد. گروه تحقیقاتی بلینکت هم میگوید مشاهداتش تا اینجا نشان می‌دهد که این حادثه تنها یک سانحه بوده. البته هیچ کدام از این فرضیات تا اعلام نتیجه نهایی و بعد از تحقیقات قابل تایید نیست. نخست وزیر کانادا از همه شرکای بین‌المللی این کشور خواسته به تحقیقات درباره علت حادثه کمک کنند. آمریکا هم اعلام آمادگی کرده. آنچه مشخص است کشته شدن 176 نفر سرنشین این هواپیماست. مشخصات عده‌ای از آنها امروز در بعضی از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شد. 13 نفر از آنها فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بودند. از جمله پونه گرجی و آرش پورزرابی دانشجویان دانشگاه آلبرتا که برای مراسم عروسی به ایران رفته بودند. سیاوش غفوری آذر فارغ التحصیل دانشگاه کنکوردیا است که او هم برای مراسم ازدواج به ایران رفته بود. سام زوکایی مهندس بی پی یکی دیگر از سرنشینان جان باخته است. همسر و فرزند حامد اسماعیلیون، دندانپزشک و نویسنده که به کانادا برمیگشتند، دیگر مسافران این هواپیما بودند. آقای اسماعیلیون امروز در پست صفحه فیسبوکش نوشت برای به خاک سپردن پریسا همسرش و ریرا دخترش عازم تهران است. مریم افشنگ، بی بی سی.
جانا بزپیچوک خبرنگار بی بی سی از کیف در اوکراین با ماست. جانا کمی از حال و هوا در فرودگاه کیف به ما بگو، اونجا چی میگن و چی میگذره؟ It's a very emotional story for Ukraine. طبیعتاً داستان خیلی غم انگیز و پر احساسیه در اوکراین. طبیعتاً بیشتر مسافران این پرواز اوکراینی نبودند، ولی خب شرکت اوکراینی است و خب از ملیت‌های مختلفی در سوار این هواپیما بودند. خدمه پرواز اوکراینی بودن طبیعتاً و دو مسافر. قبل از هر چیز باید گفت که الان مردم اوکراین دارن سعی میکنن بفهمن که واقعاً چه اتفاقی افتاده. این ضایعه خیلی عجیب به نظر میرسه برای بعضی از اوکراین ها. ما هنوز نظر خویشاوندان قربانیان رو نشنیدیم که با روزنامه‌نگارا صحبت نکردن. ما طبیعتاً یک واکنش های خیلی دلخراش ابتدایی داشتیم، دیدیم کسانی که گریه میکردن بسیار بسیار طبیعتاً ناراحت و منقلب بودن. و الان بحث این هست که سوال اصلی این هست که آیا ارتباطی هست بین افزایش تنش در منطقه، تنش بین ایران و آمریکا از یک طرف و سقوط این هواپیما از طرف دیگر. حتی مدیرعامل خود هواپیمای اوکراین که این پرواز رو انجام میداد بعد از پیام تسلیتش گفت که این اولین پرواز یا سقوط مرگبار هواپیما برای این کمپانی هست، برای این شرکت هست. و همچنین مقام های اوکراینی همه اونها در همه بیانیه‌های خودشون به یک سو اشاره کردند، گفتن که از هر گونه گمان زنی پرهیز کنیم تا ببینیم که از مردم خواستن که از گمان زنی در این مقطع خاص خودداری کنن و منتظر باشن که ببینن که نتیجه بررسی ها چه خواهد بود. شاید ممکنه روزها حتی ماها نیاز باشه که به این قضیه رسیدگی بشه. اما یک مسئله بزرگ دیگر اینجا این است که آیا اوکراین دسترسی خواهد داشت به جعبه سیاه یا نه؟ این یکی از سوال‌های کلیدی است که خیلی مهمه برای اوکراینی ها. متشکرم جانا بزبیچوک خبرنگار بی بی سی از فرودگاه بین‌المللی کیف با ما. باید بگیم که یکی از مقام‌های هواپیمای ایران گفته که ما در واقع جعبه سیاه رو خودمون بررسی میکنیم، اما میتونه هیئتی از اوکراین هم در این بررسی حاضر باشه. این بر اساس خبرهایی هست که از خبرگزاری های ایران مخابره شده. اما حسین معینی خلبان که دو روز پیش با همین هواپیما پرواز داشته الان از کیف در اوکراین با ماست و همینطور کاپیتان خلبان هوشنگ شهبازی از تهران، خوش آمد میگم به هر دو شما. آقای معینی، شما خلبان همین هواپیما بودید که الان سقوط کرده. ممکنه بیشتر به ما بگید که در واقع شیوه های نظارتی فنی چطور بوده؟ این هواپیما آیا به نظر شما سلامت میرسید؟ گفته شده نقص فنی دلیل ماجرا بود. واقعا خیلی حالیسته بدی بود امروز. بله، من خلبان همین هواپیما هستم. واقعیت این که دو روز پیش با همین هواپیما پرواز داشتم، دقیقاً با همین هواپیما به مقصد میلان از کیف پرواز داشتیم. این هواپیما خیلی امنی بود. حدود سه سال و نیمه که از کارخونه بوئینگ این هواپیما اومده، هواپیما نوعی محسوب میشه. از لحاظ سیفتی و تکنیکالی ایرلاین ما حدود 27 ساله که هیچ حادثه این گونه نداشته و واقعا 27 سال ما با بوئینگ 737 پرواز میکنیم و هم مهندسای ما هم خلبانای ما خیلی خلبانای با تجربه، مهندسای ما خیلی آدمای با تجربه هستن و دقیقاً این گروه پروازی هم که امروز متاسفانه در این حادثه کشته شدن، اونام گروه خیلی ماهری بودن. و جالبه که ما دو سالی که شروع کردیم پرواز اونا به ایران، به تهران، توی پروگرام های ترینینگ خلبانا فرودگاه تهران بوده و دائم ما تمرین میکردیم برای حوادث فرودگاه تهران. به خاطر وجود کوه و شرایط جغرافیایی ایران، چون یکم با شرایط اروپا فرق میکنه، ما دائم تمرین میکردیم. اتفاقا شرایط امرجنسی رو توی ایران توی سیمولیتور هر 6 ماه یه بار همه خلبانان ما
تمرین میکرد و این حادثه واقعا شوک بزرگی رو به کارمندان، خلبان ها و همکارای من وارد کرد، چون که واقعا ما نمیفهمیم دلیلش چیه. خیلی شایعات اومده. آقای موینی، ممکنه ارسه بدید من اول از آقای شهبازی، آقای هوشنگ شهبازی رو وارد این صحبت بکنم، بعد سوال دیگه از شما بپرسم. آقای شهبازی، شما خود تو سابقه سالهای طولانی در واقع کار در هواپیمایی های مختلف در منطقه دارید، در ایران به خصوص، فکر میکنید که چه اتفاقی افتاده برای این هواپیما؟ میدونم که هنوز جعبه سیاه باز نشده، میدونیم که هنوز خیلی روشن نیست، اما حرف و حدیث زیاد هست هولوش این که چه اتفاقی افتاده باشه. همینطور که دوست عزیزمون گفتن، این هواپیما هواپیمای تقریبا نوعی محسوب شد. سال 2016 اوکراین این رو از بومین تحویل گرفته. من تو اخبار شنیدم بعضی ها این هواپیمای 737 رو با هواپیمای 737 مکس اشتباه میکنن، که این هواپیما مدلش 800 بوده و هواپیمای بسیار سیف و ایمنیه و تقریبا سانحی در دنیا به اون صورت نداشته. یکی از ایمنترین هواپیماهای در واقع بوئینگ هستش. این حدود 6 دقیقه بعد از پرواز، بعد از تیک‌آف، که تقریبا مکس تیک‌آف ریتش موقع تیک‌آف هستش، از فرودگاه امام بلند شده، برج فرودگاه امام خمینی رو خداحافظی کرده و قبل از اینکه با اپروش مهرآباد تماس بگیره در ارتفاع 7900 فیت بوده، که متاسفانه این اشکال براش پیش میاد. یعنی تا اینجا اوج هم میگیره. اینجا اتفاقات مختلفی ممکنه بیفته. ما همینطور که همکار عزیزم خدمتتون توضیح دادن، توی سیمولیتور همه اینها رو در واقع تمرین میکنیم و هیچ هواپیمای اشکالداری رو که از قبل مهندس‌های زمینی یا اینکه خودمون که هواپیما رو بازرسی میکنیم اگر اشکالی داشته باشه پرواز نمیبریم، مگر اینکه یه اتفاقی به صورت سانحه بعداً برای هواپیما، مثلا ممکنه این انجین فایر گرفته باشه، ممکنه خیلی اتفاقات دیگه، همینطور که شما فرمودید. فکر نمی‌کنید این فاصله خیلی کوتاهی بوده؟ اینکه اگه می‌فهمید فقط 6 دقیقه از در واقع پرواز گذشته بوده، حتی تیک آف به نظر میاد که هنوز کامل نشده بود. چطور ممکن هست که این اتفاق با این سرعت بیفته و باعث سقوط بشه؟ خب توی تیک‌آف، توی پرواز هواپیمایی معمولاً فیز تیک‌آف حساس‌ترین و خطرناک‌ترین لحظه پرواز هست، به خاطر وزن هواپیما، به خاطر خیلی مسائلی که ماها به اصطلاح درسش رو می‌خونیم. معمولاً خطرناک‌ترین و سنگین‌ترین فیز پرواز فیز تیک‌آف هست و ممکنه، یعنی اتفاقاتی که برای هواپیماها در دنیا معمولاً سوانح می‌افته معمولاً تو این فاز نه. به خاطر همین مسئله است. الان همینطور که شما گفتید، تا وقتی که FDR این هواپیما آنالیز نشه، ما اگر حدس و گمانی هم بزنیم فکر میکنم که درست نباشه. ولی شما اشاره‌ای رو کردید که این همکار عزیز خبرنگارمون از اوکراین نگران به اصطلاح مسئله تنش ایران و آمریکا بودن. من میخوام اینجا کلیر بکنم خانم قاضی‌زاده، الان این مسئله تنش که کاهش پیدا کرده، البته اون موقعی هم که این هواپیما پرواز کرد هنوز این تنش موجود بود، ولی این پرواز و پرواز ترابری در ایران ربطی به تنش‌های بین ایران و آمریکا نداره و فضای مانوردی ایران بسیار ایمن هست و هیچ ارتباطی بین تنش ایران و آمریکا و این پرواز و سانحه‌ای که به وجود اومده اصلا مطرح نیست و نباید باشه. آقای معینی، نظر شما چیه در مورد اینکه این اتفاق چند دقیقه درست بعد از شروع پرواز اتفاق افتاده و با توجه به اینکه شما سابقه داره اونجا کار کردید، از نزدیک آشنا هستید، معاینه های فنی و سیستم فنی که اونجا وجود داره تا کجا تضمین کننده سلامت پرواز هست؟ جان معینی، از شما پرسیدم. نظر شخصی من هست و من از طرف ایرلند صحبت نمی کنم. در مورد سوال شما بگم که خدمتون، ما 100% هواپیمایی که پرواز میکنه در لحظه پرواز اون هواپیما سیفه و از لحاظ مهندسی کاملا هواپیما سلامت کامل داره، چون در غیر این صورت
هیچ وقت خلبانامون حاضر نیستن که هواپیما پرواز کنه با اون هواپیما پرواز اگه نقص فنی داشته باشه. اما مسئله که پیش اومده اینجا اینه که یه مقدار سوالاتی پیش اومده برای بعد از اون که یکی از دوستان تو ایران گفته بود که مثلا اینکه جعبه سیاه رو نمیخوان بدن و یه کمی توی اوکراین سوال پیش اومده بود که چرا مایل نیستن جعبه سیاه رو بدن. از یک بار این سوال از گفتن جعبه سیاه رو به آمریکا نمیدیم، البته میتونن یک گروهی از در واقع کارشناسان اوکراینی بیان و همزمان با کارشناسان ایرانی نظارت بکنن. این چیزی است که مسئولان ایرانی گفتن. بله من دارم میگم چیزی که باعث یه سری شایعات شده و یه سری مقدار عکسایی هم اومده بیرون و متاسفانه این حادثه وقتی افتاد دقیقاً که بعد از حمله مشکل ایران به بیس آمریکایی و FAA آمریکا دقیقاً یک ساعت دو ساعت قبل از این اتفاق پروازشون روی ایران و خلیج فارس ممنوع کردن و این باعث شد که مقدار حواشی هم ایجاد بشه. هواپیما من بازم تاکید میکنم که کروی ما از 3 نفر تشکیل میشده، 3 خلبان خیلی ماهر بودن، من شخصا اینا رو میشناختم و اینا دائم تمرین میکردن این سیتویشن های مختلف رو. حتی آقای ماینی فکر میکنید چی شده؟ کاپیتان ماینی فکر میکنید چی شده که بین اون در واقع در این دقایقی که هواپیما در حال آتش گرفته در حال حرکت بوده هیچ صحبتی بین هواپیما و برج مراقبت گزارش نشده؟ این نشون دهنده اینه که یه اتفاق خیلی به قولی سادنلی یا مثلا خیلی یک دفعه‌ای انجام شده، یه اتفاق افتاده که نتونستن خلبان‌ها 3 نفری که توی کوکپیت بودن هیچ کدومشون چه ریاکشنی نشون بدن از خودشون. برای همین هم یکی از دلایل هم همینه، چون معمولا وقتی انجین فیلر یا انجین فایر میشه یکی از کارهای اولیه‌ای که ما انجام میدیم در اشت خودمون اینه که به برج مراقبت خبر میدیم که ما مشکلی واسمون پیش اومده تا اونا هماهنگی‌هاشو برای زمین بکنن. اما این مسئله که پیش اومده اینه که نتونستن حتی با برج مراقبت صحبت کنن و دیکلیر کنن که یه امکان امرجنسی اتفاق افتاده. این خودش هم یکی از مشکلاتی که ما الان واسه ما واقعا قابل فهم نیست، یعنی چه اتفاقی افتاده یک دفعه، چون که حتی اگر موتور آتیش بگیره اینجوری نیست که در یک ثانیه این آتیش بگیره و ما هیچ فرصتی نداشته باشیم هیچ ریاکشنی نشون بدیم. و ما بارها اینو روی سیمولیتور تمرین میکنیم، ما وقت داریم، هر کسی مسئولیت خودش رو میدونه. اما اینجا واقعا یه اتفاقی افتاده که خلبانا حتی وقت نکردن هیچ ریاکشنی نشون بدن و به برج مراقبت اطلاع بدن که این اتفاق افتاده. این خیلی سوالا پیش اومده واسه ما که واقعا هنوز واسه ما معلوم نیست و منتظریم که جعبه سیاه انشالله در بیاد اطلاعاتش و ما واسه همون خیلی یعنی پاک کلیر بشه که بفهمیم چی اتفاق افتاده واقعا. البته ما تازه ترین خبرهایی که همین لحظات پیش به دستمون رسیده این هستش که در واقع خبرگزاری های مثل رویترز دارن به نقل از نهادهای اطلاعاتی غربی میگن که هواپیما به خاطر نقص فنی سقوط کرده به احتمال زیاد، چون موشکی در واقع اطرافش در واقع اونها رصد نکردن دست کم. آقای شهبازی در مجموع تا چه حد در شرایطی که این چنین هست، شرایطی که فضایی هست که احتمالاً فضای خطرناکی ممکن هست باشه، تا چند ساعت تا چه مدت فرودگاه ها هواپیمای پرواز ها رو به تأخیر میندازن، به تعویق میندازن تا مطمئن بشن؟ چطوری اطمینان رو حاصل میکنن که الان دیگه میشه هواپیماهای مسافربری پرواز بکنن در شرایط این چنینی؟ من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم میخوام دو تا مسئله‌ای که جناب آقای معینی همکار عزیزم مطرح کردن جواب اونها رو بدم، به خاطر اینکه من در سازمان هواپیمای کشوری ایران کار کردم. و از نظر قانونی این نیستش که جعبه سیاه رو ایران بخواد مخفی نگه داره، به احتمال 90% ایران خودش آنالیز خواهد کرد و اگر نتونه از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان کمک خواهد گرفت و اونجا آنالیز خواهد شد، مثل سواله دیگه‌ای که گاهی اوقات نمیشه اینا رو آنالیز کرد میبره توی اروپا. این که به دست آمریکایی نمیخواد بده، خب این یه سیاستی که داره. ولی اوکراین از نظر قانونی میتونه در بررسی سانحه شرکت بکنه، سوانه کشور اوکراین و هیچ چیزی مخفی از اونها نداریم، خودشون میتونن همکاری بکنن و به بررسی سانحه
توی ایران به سازمان هواپیمایی کشوری ما کمک بکنن. پس اینجا هیچ مشکلی نیست، هیچ حرف و حدیثی هم پشت قضیه نیستش. ولی از نظر سوالی که شما فرمودید، این مسئله در واقع به سردمداران و بزرگان نظامی یک کشوری بستگی داره. وقتی که حمله ای رو میخوان انجام بدن، وقتی جنگی رو میخوان شروع بکنن، اونها اگر مثلا برای تعداد مسافرهایی اگر یا هواپیمایی اگر خطر ایجاد بکنه، شما همینطور که میدونید توی این پرواز بیشترین مسافرها ایرانی بودن و هیچ وقت سران کشور من یا سران نظامی کشور من، با اینکه میگم این همه ما داغ دیده هستیم، نمیخوان که 140 نفر 150 نفر دیگر هم باز دوباره رادار بود. مطمئنن اگر خطری این هواپیما رو تهدید میکرد، مطمئنن این هواپیما رو مانع تیکافش، مانع پروازش میشدن. پس بنابراین هیچ تنشی، هیچ به اصطلاح ربطی به تنشهای نظامی بین ایران و آمریکا، ایران و عراق و نمیدونم منطقه نداره. یه مسئله دیگه ای رو به اصطلاح میخواستم خدمتتون عرض بکنم. این هواپیما سانحه نرمال داشته. این سانحه هر لحظه برای هر هواپیمای نوعی مثل یه ماشین نو میمونه که شما از کارخونه در آوردید، سوار میشید جاده، ممکنه یه میخی بره توی لاستیکش پنچر بشه. فقط میخوام به عنوان سوال آخر آقای معینی خیلی کوتاه اگه ممکنه شما به من بگید، گفتید که این تیم پروازی کارکشته بود، شما میشناختینشون، اینها ایرانی بودند یا اوکراینی؟ نه، ما توی ایرلاینمون تمه ایرلاین خلبان ها همه اوکراینی هم. سرکپتان استاد خلبانی که توی این پرواز بوده بوده 12,000 ساعت پرواز داشته، کپتان هواپیما 11,000 ساعت پرواز داشته و فرست آفیسر یا کوپایلوتش بوده 7200 ساعت پرواز داشته. توی ایرلاین ما جز من همه اوکراینی هم، برای همین ما کسی که نداریم. متشکرم از شما کاپیتان حسین معینی خلبانی که 2 روز پیش با هواپیما پرواز کرده بوده و کاپیتان خلبان هوشنگ شهبازی از تهران. ممنونم از هر دوی شما. مارک بیویان خلبان سابق و رئیس پیشین عملکرد پرواز در سازمان هواپیمایی کشوری بریتانیا هم از ساسکس در بریتانیا با ماست. آقای بیویان، شما نظرتون راجع به این اتفاقی که افتاده با توجه به تصاویری که دیدید و جنبندی هایی که این ور اون ور شنیدید چی هست؟ سوال خیلی جالبیه و خیلی روشنه که من نگران این هستم که باید از مسئله از گمان زنی در این مقطع که قرار تحقیقات انجام بشه خودداری کنیم. با وجود این، من امیدوارم که کارشناسان بتونن که در نهایت به پاسخ سوال برسن. این یک مقدار تصورش سخته که نقص فنی بوده باشه، برای اینکه هم هواپیما جدید بوده و هم این خطوط هواپیمایی سابقه خوبی داشته و خدمه اون هم خوب تعلیم دیده شده بودن و به نظر میاد که هواپیما هم نگهداریش به خوبی انجام شده باشه. بنابراین به نظر میاد که باید فکر کنیم به فاکتورهای خاصی مثلا بدی هوا یا خطای انسانی. به نظر نمیاد که بتونن نقشی داشته باشن در این قضیه. از نظر من یک چیزی که نگران کننده است اینه که هواپیمای 737، حالا هر مدلش باشه، چون مدل‌های مختلفی هست، میتونه حتی به راحتی با یک موتور هم به پرواز خودش ادامه بده و حتی طبق تمرین‌هایی که خود من شخصا انجام دادم در بعضی موارد در سیمیلیتر در شبیه‌ساز انجام دادم، میتونه حتی با وجود نقص هر دو موتور بدون هیچ موتوری ادامه بده به پرواز خودش. خب این خیلی مسئله مهمی هست. گفته میشه که به احتمال زیاد اگر که نقص فنی باشه از یکی از موتورهای این هواپیما آغاز شده که آتش گرفته بود، اما اون تصاویری که ما میبینیم این هستش که هواپیما در فاصله بسیار اندکی کلن تبدیل به یک گلوله آتشین میشه تا وقتی که سقوط میکنه. فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده با این سرعت زیاد؟ بله، این نکته خوبیه و باید به این اضافه کنیم که به نظر میاد که خیلی سریع مشتعل شده. و نکته دیگر این است که
که تصویری که در رادار از این هواپیما دیده شده به نظر نمیاد که نشون میده که هواپیما حتی بعد از اینکه هواپیما اگر دچار مشکل شده باشه تصاویر روی رادار باید تا حدی تا مدتی باقی بمونن روی رادار، اما در این مورد به نظر میاد که تصویر رادار خیلی سریع محو شده، هواپیما از رادار خیلی سریع محو شده. بنابراین چه این بحث موتور بوده باشه یا هر بحث دیگری، این مسائلی که همین الان فهرست کردم اینها پاسخی براشون هنوز موجود نیست. به نظر میاد که در مورد جعبه سیاه هواپیما گفته میشه که از دو جعبه سیاه یکیش سالم هست و پیدا شده، اما ایران گفته اون رو تحویل بوئینگ به خاطر اینکه یک شرکت آمریکایی هست نمیده. ممکن شما با ما بگید پروسه خواندن جعبه سیاه و تحقیقات به چه شکل معمولا انجام میشه؟ صحیح. پس برگردیم به بحث تحقیقات در این باره. تحقیقات در این موارد اینچنینی رو سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی مدنی اداره میکنه و در این مورد کشور ایران دخیل درش خواهد بود، جایی که سانحه اتفاق افتاده، کشوری که خط هواپیمایی رو داشته یعنی اوکراین، و همینطور تولید کننده موتور هواپیما که فرانسوی ها و آمریکایی هستند، و البته معمولا سازنده هواپیما هم باید دخیل باشه، نقش خیلی بزرگی باید داشته باشه، و نهاد به اصطلاح رگولیتر یا ناظر بر مسائل ایمنی ایالات متحده آمریکا. در این مورد به نظر میرسه که نخوان آمریکایی ها رو نقشی بهشون بدن، برای اینکه ایرانی ها حساسیت دارن به نقش اونها در خاورمیانه، ولی باید بدید که همه ما هدفمون این است که بهبود وضعیت امنیت پرواز رو شاهد باشیم، و بنابراین همه باید درش نقش داشته باشن، و به نفع همه است که آمریکایی ها و کارشناسی آمریکایی ها، توانایی آمریکایی ها و سازنده آمریکایی یعنی بوئینگ و نهاد آمریکایی ناظر بر امنیت پرواز اونها هم دخیل بشن در این پروسه. اگر که هر دو جعبه سیاه و ضبط کننده کابین پرواز، کابین خلبان پیدا بشن، من فکر میکنم که قاعده اینه که معمولا در آمریکا خونده بشن، اما در گذشته بوده که در جای دیگری، در کشور دیگر هم خونده بشن. مثلا در این مورد احتمال داره که این به فرانسه ارسال بشه، در گذشته در مورد مثلا یک سانحه هوایی در مورد مصر که یک ایرباسی در روی دریای مدیترانه دچار سانحه شده بود، چون فرانسوی هم کارشناسی لازم رو داشتن این رو به فرانسه فرستادن در گذشته. مایک ویویان، خلبان سابق و رئیس پیشین عملکرد پرواز در سازمان هواپیمایی کشوری بریتانیا ساسک، ممنونم از شما.